مجلس پنجم شیخ بزرگوار عبدالقادر گیلانی قدس سره در شامگاه روز سه شنبه دوازدهم ماه شوال سال 545 هجری قمری در مدرسه چنین بیان فرمودند: یا غلام، کجاست بندگی خدا عز و جل؟ به حقیقت بندگی کن تا در تمام کارهایت کفایت و موفقیت را به دست آوری. تو بنده فراری از اربابت هستی، به سوی او برگرد و در انجام اوامرش تواضع و فروتنی نشان بده و از آن چی تو را باز می دارد و از ارتکابش منع می کند با رضایت کامل، با رضایت کامل فرمانش را گردن بنه. هرگاه این دستور را انجام دادی، آن وقت بندگی تو نسبت به آقایت ثابت می شود و کفایت حال می رسید. علیس الله بکافم عبده، آیا خدا برای بندگانش کافی نیست؟ وقتی بندگی تو به مرحله صدق و صحت رسید، به مقام نائل خواهی شد که خدا تو را دوست بدارد و محبت خود را در دلت تقویت کند. بدون هیچ رنج و زحمتی به مرتبه قرب خواهی رسید و دیگر از صحبت غیر بیزار و فقط به یاد خدا در تمام احوال مشغول خواهی شد. اگر تمام زمین با وسعت و فراخ اگر تمام زمین با وسعت و فراخیش بر تو تنگ گردد و تمام درهای امید بر وی بروی تو بسته شود، باکی ندارد و به درگاه کسی جز خدا روی نخواهی آورد و از خوراک غیر نخواهی خورد جز آنچی از جانب خدای برایت مقرر گردیده است. از موسی علی نبینا علیه السلام پیروی کن که خداوند متعال در بارش چنین می فرماید: وحرمنا عليه المواضع من قبل، وحرمنا عليه المواضع من قبل، پروردگار متعال همه چیز را شاهد و ناظر است و بر هر چیز نگهبان و حافظ بی نیازی از او ممکن نیست.
پس از شناخت جای انکار باقی نیست. وای بر تو خدا را شناختی و بر می گردی و انکار می کنی، از خدای بر نگر. چون خداوند قادر است تمام درهای خیر و برکت را برویت ببند. در برابر خواست خدا صابر و شکیبا باش. آیا نمی دانی هر کی صبر کرد آرزومند شد؟ بخلاف این امر و بنا شکیبی در برابر مقدرات چی عقلی فتوا می دهد؟ خدای بزرگوار می فرماید: یا ایها الذین آمنوا اصبروا والصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. در قرآن مجید آیات فراوانی وجود دارد که تماما دلالت می کند بر این که در صبر خیر ری فراوان وجود دارد و نعمت های بسیار بر صبر مترتب است و حسن عاقبت و پاداش نیکو در پی دارد. بر شما لازم است که صابر بوده تا شاهد خیر دنیا و آخرت باشد. بر شما زیارت اهل قبور با عنوان تنبیه و دیدار افراد صالح و نیکوکار لازم است. از مصاحبت تی نیکان بهره گیرید. از مصاحبت نیکان بهره گیرید و از انجام افعال خیر کوتاهی نکنید تا تمام کارهایتان به ثبات برسد. از جمله کسانی نباشید که وقتی آنان را به نیکو کاری پند می دهد نمی پذیرد و هرگاه گفتار شایستهی می شنوند آن را در گوش نمی گیرند و بدان عمل نمی کنند. از دست رفتن دینتان به وسیله چهار عمل است: اول عمل نکردن به آنچی آموخته اید، دوم عمل کردن به آنچی نیاموخته اید و از آن بی خبر اید، سوم آنچی را که نمی دانید در صدد فرا گرفتن آن نیستید و همین طور جاهل و نادان باقی می مانید، چهارم از یاد دادن آنچی می دانید و آموخته اید با دیگران خودداری می کنید. یا قوم، هرگاه در مجالس شادمانی حضور یافتید به قصد شادمانی از یاد خدا حاضر شوید، نه نبنیتی معالجه اندوهای ظاهر. شما از پند دهندگان روی گردانید و آنان را
بخا بخطا بخطا منسوب می کنید و گفتار آنان را به شوخی و بازی تلقی می نمایید. بدانید با این کار خود را در پیشگاه خدا به خطر می اندازید. از این شیوه ناپسند توبه کنید. خود را به دشمنان خدا مانند نکنید. آنچه از پند و موعظه میشنوید بدان عمل کرده و از آن بهره گیرید. یا غلام، تو خود را ملزم به رعایت عادت و شناخت سبب ظاهری کرده ای. و در حالی که خداوند به طلب قسمتها ملزم می دارد، اینک تنها سبب را در نظر گرفته و مسبب واقعی و توکل بر او را فراموش نمایید. پس لازم است در اعمالت تجدید نظر کنی و از خود اخلاص کامل نشان دهی. خداوند متعال می فرماید: و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. شما را بیهوده نیافریدم برای بازی و لهو و لعب خلق نکرده است. شما را برای خوردن و نوشیدن